سلام دوستان گرامی فردین نوری هستم یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان امروز خواستم از طریق این ویدیو به تعدادی از سوالات شما ایزان در رابطه به دولدونگ در آلمان پاسخ ارائه کنم بله دوستان عزیز حال میپردازیم به سوالات شما ایزان در سوال اول یکی از جمله دوستان پرسیدن که من کیس ارائه کردم بعدا در کمپ موقتی بردند از آنجا سپس خانه برای من داد من کیس سیاسی دارم اثر انگشت هم دارم امروز برای من یک پست آمد که این سر عنوان آن هست است مالیگ دولدونگس ارتایلونگ و در پایین متن گفته شده که ما باید مدارک بیشتر در اختیار شما قرار بدهیم و از من خواسته شده تاریخ 19 اکتبر لند سمت بروم اما امروز که تاریخ 24 است و نمیدانم همین به خاطر چی است میشه معلومات بدهید در پاسخ به سوال شما دو سایز باید گفت که اگر نشان انگشت شما را در کام کشور دیگر عضو مقررات دبلین پیدا کرده باشند و برای شما در این رابطه اطلاع هم داده باشند پس این دولدونگ به من دلیل برای شما داده می شود. این سر انوانی را که برای شما نوشتهاند این معنا را می دهد که برای بار اول برای شما دولدونگ داده می شود. چون من اطلاعات بیشتری در رابطه با کیس و یا پرونده ایتان ندارم بهتر است که شما یک بار به با یکی از دفاتر مشوره دهی برای پناهجویان جویان ماننده دفتر فلوشلینگز خط، کرغیتاس و یا هم پروازول مراجعه کنید تا آنها با شما نظر به کیستان مشوره داده و همکاری نمایند. اگر وکیل دارید شما می توانید این موضوع را با وی در جریان بگذارید تا با شما در زمینه همکاری کنند. قابل یادآوری است که من در رابطه با دولدونگ و انواع آن یک ویدیو معلوماتی دیگر در تیب و در همین کانال یوتیوبم هم نمودم. من لینک این ویدیو را در پایین این ویدیو برایتان میگذارم. در صورت علاقه مندی شما می توانید روی این لینک فشار داده و آن را تماشا کنید. در سوال دوم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که من دو سال است آلمان هستم. دولدونگ دارم. اجازه کار برایم داده و یک هفته است به کورس هم معرفی کرده است اکنون اخراج نخواهد کرد من را در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که به گمانم که هویت شما مشخص می باشد که برای شما اجازه کار و اجازه کورس را با دولدونگ دادند. شما متاسفانه ننوشته اید که چقدر زمان از داشتن دولدونگ شما می شود تا در صورت امکان به یکی از انواع دولدونگ های دیگری که از طریق آنها امکان به دست آوردن کارت اقامت وجود دارد درخواست بدهید و آن را به دست من در رابطه به انواع دولدونگ و امکانات به دست آوردن کارت اقامت از طریق بعضی انواع دولدونگ های خاصی در همین کانال یوتیوبم هم ویدیوهای زیادی را نشر کردم من لینک این ویدیوها را در پایین همین ویدیو برایتان میگذارم شما می توانید روی این لینک فشار داده و این ویدیوها را تماشا کنید در رابطه به اخراج شما از آلمان متاسفانه نمیتوان چیز گفت چون تا زمانی که شما یکی از انواع دولدونگ های دیگر مانند اوز بیلدونگ دولدونگ به و یا از طریق دولدونگتان یک نوع کارت قامت آلمان را بدست به دست نیاورید نظر و نوعیت پرونده و وضعیت کشور اصلیتان هر زمان احتمال اخراج شما از آلمان وجود می داشته باشد. در سوال سوم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که بنده پنج و نیم سال آلمانم. سه ساله کار می کنم. چهار ساله دولدونگم. طبق این قوانین جدید احتمالش هست که دیپورت ایران بشم؟ در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که چنانچه برای دوستان دیگر نیز یادآور شدم تا زمانی که شما دولدونگ ساده داشته باشید هر زمان امکان اخراج شما از آلمان نظر به پرونده ایتان و وضعیت کشور اصلی ایتان وجود دارد. اگرچه کدام قانونی برای اخراج دارندگان دولدونگ در این اواخر تصویب نگریده است ولی روی آن در دولت آلمان بحث ها جیریان دارد. بنابراین در رابطه به اخراج شما از آلمان متاسفانه نمیتوان چیزی گفت. چون تا زمانی که شما یکی از انواع دولدونگ های دیگر مانند آس دولدونگ، شفتی دولدونگ و یا از طریق دولدونگتان یک نوکارت کارت اقامت آلمان را به دست نیاورید نظر به نویت پرونده ایتان و وضعیت کشور اصلی ایتان هر زمان احتمال اخراج شما از آلمان وجود می داشته باشد. من در رابطه به انواع دولدونگ و امکاناتی به دست آوردن کارت اقامت از طریق بعضی انواع دولدونگ های خاص در همین کانال یوتیوبم هم ویدیوهای زیادی را نشر کردم. من لینک این ویدیوها را در پایین این ویدیو برایتان میگذارم. شما توانید می روی این لینک فشار داده و این ویدیو را تماشا کنید. در سوال چهارم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که امروز تازه برای من دول زد و در آن نوشته است که اخراج من به تعلیق افتاده یا هم برگه تحمل برای من داد آیا وکیل بگیرم که گرفتم تیار نمیدانم این به خاطر پاسپورت یا دیگر اسنادهای شخصی من است یا دیگر مشکل است نمیدانم که چرا ردی گرفتم کیس من هم که سیاسی بود یک جواب بدهید در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که شما متاسفانه ننوشته اید که آیا جواب رد درخواست پناهندگی تان از طرف اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان برایتان آمده و یا خیر اگر این نامه ردی برایتان آمده است پس در آن دلیل ردی تان هم نوشته می باشد شما می توانید دلیل آن را در آن بخوانید این که شما وکیل گرفته اید گپ خوبی می باشد شما همچنان می از وکیلتان در مورد بپرسید تا نامه ردیتان را برای شما تشریح نموده و دلیل ردیتان را هم برایتان بگوید. وکیل شما برای شما در مقابل جواب ردی را که از اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به دست آورده اید در هماهنگی با شما در محکمه اداریتان شکایت خواهد کرد و یا یک رای حل دیگری را برای شما پیشنهاد خواهد کرد. در سوال پنجم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدن که آیا قانون بشفتی دولدونگ یا دولدونگ کاری همان اقامت 25 ب می باشد و آیا تا پایان امسال دیگر تمدید نمی شود؟ در پاسخ از حال شما دوست عزیز باید گفت که بشفتیگونگ دولدونگ یک نوع از دولدونگ ها می باشد که به فارسی دری آن را دولدونگ کاری می گویند. و مطابق به ماده 19D و یا ماده 19 دال قانون اقامت آلمان برای افراد داده می شود. بعد از سی ماه کار با این نوه دولدونگ دارنده آن می تواند یک کارت اقامت مطابق به ماده 25 دال و یا 18 علف قانون اقامت آلمان به دست بیاورد. اینکه آیا قانون دولدونگ کاری تمدید می شود یا خیر در پارلمان آلمان بحث رویان جریان دارد. مطابق با قوانین جدید آلمان ممکن در سال 2024 میلادی امکانات خوبتری برای پناهجویان تصویب گردند پس در رابطه با تمدید قانون دولدونگ کاری تا هنوز چیز دقیق نمیتوان گفت هر زمانی که قوانین جدید در رابطه با دولدونگ و یا انواع اقامتهای دیگر آلمان تصویب و نافذ میگردند من در رابطه با آنها ویدیوهایی را در همین کانال یوتیوبم هم نشر مینمایم پس هر زمانی که قانون دلدونگ کاری تمدید گردد و یا کدام بدیل دیگری برای آن در نظر گرفته شود من در رابطه با آن در همین کانال یوتیوبم هم یک ویدیو معلوماتی نشر خواهم کرد بله دوستان گرامی سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره می توانید این کانال هاگاهی خودتان را سابسکرایب و دنبال کنید و اگر سوالی و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید وقت خوشی داشته باشید